راهبی که اتومبیل فراری خود را فروخت. نویسنده رابین شارما. فصل دوم. ملاقات کننده ای اسرارآمیز. جلسه اضطراری بود و تمام اعضای شرکت حقوقی در اونجا حضور داشتند. هنگامی که وارد سالن اصلی کنفرانس می شدیم، می تونستم حدس بزنم که با مشکل بسیار جدی روبرو هستیم. هاردینگ سال خورده اولین فردی بود که شروع به صحبت کردن کرد. متاسفانه باید اعلام کنم که خبرهای بسیار بدی براتون دارم. دیروز صبح زمانی که جولیان منتل در سالن دادگاه حاضر بود و مشغول رسیدگی به پرونده ایر اتلانتیک بود، دچار یک سکته قلبی بسیار جدی میشه. او در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. اما پزشکان به من اطلاع دادن که وضعیتش ثبات پیدا کرده و حالش بهتر خواهد شد. با این حال، جولیان تصمیم گرفته که به نظرم همه شما باید از اون مطلع باشید. اون تصمیم گرفته که خانواده ما رو در این شرکت حقوقی ترک کنه و دیگه وکالت نکنه. اون دیگه به این شرکت بر نمیگرده. شوکه شده بودم. میدونستم با مشکلات گوناگونی درگیره، اما هرگز تصور نمیکردم ممکنه از این کار دست بکشه. پس از این همه تجربیاتی که با هم پشت سر گذاشته بودیم، فکر میکردم باید به من کمی احترام میگذاشت و خودش شخصا این موضوع رو به من اعلام میکرد. اون حتی اجازه نمیداد به بیمارستان برم و از اون عیادت کنم. هر دفعه که به بیمارستان میرفتم تا اون رو ملاقات کنم، به پرستاران گفته بود بگید که مشغول استراحت و هیچ کس به هیچ وجه نباید مزاحم استراحتش بشه. اون حتی پاسخ تماس‌های تلفنی من رو هم نمیداد. شاید من برای اون یادآور زندگی بودم که میخواست فراموشش کنه. کسی چه میدونه؟ اما یک چیز رو به شما میگم، چیزی که واقعا آزارم میداد. تمام این ماجراها مربوط به 3 سال پیش بود. آخرین باری که اخبار جولیان رو داشتم، فهمیدم به هندوستان رفته و به اصطلاح در سفری مأموریت‌وار بود. اون به یکی از شرکای شرکت گفته بود که میخواست زندگی ساده‌ای داشته باشه و اینکه به جواب‌های نیاز داشت. جولیان امیدوار بود که بتونه پاسخ سوالاتش رو در اون سرزمین عرفانی پیدا کنه. اون کاخ مجللش، هواپیما و جزیره شخصیش رو فروخته بود. اون حتی ماشین فراریش رو هم فروخته بود. با خودم فکر میکردم جولیان منتل به عنوان یک یوگی هندی، قانون زندگی اسرارآمیزترین شکل ممکن عمل میکنه. با گذشت اون 3 سال، من هم از وکیل جوان و پرمشغله به وکیل دلزده و وکیل مسن‌تر تبدیل شده بودم. من و همسرم جنی تشکیل خانواده داده بودیم. سرانجام من هم به دنبال معنای زندگی رفتم. حتی میزنم پدر شدن و صاحب فرزند شدن من رو به این کار واداشته بود. اونها به طرح کلی نحوه نگرش من رو نسبت به زندگی و نقش من در اون رو تغییر دادن. پدرم این وضعیت رو به بهترین شکل برای من توضیح داد. جان، در آخرین لحظات عمرت و وقتی در بستر مرگ دراز کشیدی، هرگز آرزو نمی کنی که ای کاش وقت بیشتری رو در دفتر کارت سپری کرده بودی. بنابراین شروع به گذراندن وقت بیشتری در خانه کردم. شیوه زندگی خوب و معمولی رو در پیش گرفتم. به کلوب روتاری پیوستم و روزهای شنبه گلف بازی می کردم تا بتونم شرکا و موکلانم رو شاد و خوشنود نگه دارم. اما به شما بگم که در اوقات تنهاییم اغلب به جولیان فکر می کردم و از خودم می پرسیدم در این چند سالی که به شکلی غیر منتظر ارتباط ما قطع شده بود، چه اتفاقی براش افتاده. شاید در هندوستان مونده، کشوری با تنوع و گوناگونی های بسیار که حتی روحی بیقرار مانند اون می تونست در اونجا ساکن بشه. یا اصلا شاید به نپال رفته بود، یا شاید در جزایر کیمن مشغول غواصی کردن بود. به هر حال یک چیز مشخص بود، اون به حرفه وکالت بر نگشته بود. از زمانی که اون تبعید داوطلبانه از حقوق رو برای خودش به وجود آورده بود، کسی حتی یک کارت پستال هم از اون دریافت نکرده بود. 2 ماه پیش با ضربه‌ای که به در اتاقم زده شد، تونستم پاسخ برخی از سوالاتم رو پیدا کنم. روز خسته کننده‌ای بود و با آخرین موکلم هم دیدار کرده بودم که ناگهان ژنویه، دستیار حقوقی باهوش من، سرش رو به داخل اتاق کوچیک و در این حال شیک و مبلم کرد و گفت جان، یه نفر اومده و میخواد تو رو ببینه. میگه خیلی مهمه و تا باهات صحبت نکنه از اینجا نمیره. با بی‌صبری گفتم دارم میرم بیرون. میخوام پیش از تمام کردن خلاصه یه پرونده همیلتون کمی غذا بخورم. در حال حاضر وقتی برای ملاقات با کسی ندارم. بهش بگو که مثل بقیه وقت قبلی بگیره. اگر به حرفاتم گوش نداد، به مامورای امنیتی زنگ بزن. اما اون اصرار زیادی داره که تو رو ببینه. به هیچ وجه جواب نه رو قبول نمی‌کنه. برای لحظاتی تصمیم گرفتم خودم به مامورای امنیتی ساختمون زنگ بزنم. اما گفتم شاید فرد نیازمندی باشه و تصمیم گرفتم کمی آروم‌تر باشم و گفتم بسیار خوب، بفرستش داخل. شاید اصلا کارش برام سودآور هم باشه. در اتاقم به آرامی باز شد و مردی با خنده‌ای بر لب که به نظر دوران 30 سالگیشو می‌گذروند، وارد اتاق شد. او فردی بلند قامت و عضلانی بود. نوعی انرژی و شادابی رو در او احساس می‌کردم. اون من رو به یاد اون جوانان تمام عیار مینداخت که در دانشگاهی حقوق با اونها روبرو می‌شدم.
جوانایی که از خانواده‌های بسیار ثروتمند و با خونه و ماشین و پوستی بسیار عالی بودند. اما چیزی بیشتر از اینها در ملاقات کننده من وجود داشت. نوعی آرامش نهفته که ماهیت خوشایند به او بخشیده بود و چشماش. او چشمای آبی و بسیار جذابی داشت. با خودم فکر می‌کردم اینم یکی دیگه از اون وکلای زیرکه. آخه چرا اونجا ایستاده و به من نگاه میکنه؟ امیدوارم شوهر اون خانومی نباشه که هفته پیش وکالت اون رو برای پرونده طلاق به عهده گرفتم و در اون پیروز شدم. شاید باید به مامورای امنیتی ساختمون زنگ میزدم. اون مرد جوان درست مانند مجسمه های بودایی خندانی که با خوشنودی به مرید مورد علاقه خود نگاه میکنند به من خیره شده بود. پس از لحظات سکوت طولانی و ناراحت کننده بسیار متعجبم کرد، زیرا با لحنی بسیار محکم گفت: جان، واقعا این گونه از ملاقات کننده ها استقبال میکنی؟ اون هم از کسی که همه چیز رو در مورد موفقیت در سالن دادگاه به تو آموخته؟ فکر میکنم نباید رازهای موفقیت رو به تو میگفتم. این حرف ها رو گفت و لبخندی به حالت تمسخر زد. احساس عجیبی در دلم ایجاد شد. بلافاصله اون صدای اعصاب خرد کنه اون رو تشخیص دادم. قلبم شروع به تپیدن کرد و گفتم: جولیان، خودتی؟ باورم نمیشه. واقعا خود تو هستی؟ صدای خنده بلند او شک و تردیدهام را از میان برد. مرد جوانی که روبروی من ایستاده بود یکی از یوگی‌های هندی نبود، جولیان منتل. از این دگرگونی بزرگ غرق در شگفتی بودم. دیگه خبری از اون چهره شبهگونه‌اش، سرفه بیمارگونه و اون چشم‌های بیجان همکار سابقم نبود. دیگه اصلی از ظاهری میان سال و اون حالت بیمارگونه نبود که همواره علامت مشخصه او بود. در واقع مردی که در برابرم ایستاده بود در بهترین شرایط سلامتی قرار داشت. دیگه هیچ چین و چروکی در صورتش دیده نمی‌شد و پوستش هم می‌درخشید. چشماش می‌درخشید و شادابی خارق‌العاده‌اش رو نشون می‌داد. آرامشی که جولیان از خودش نشون می‌داد بیشتر از هر چیز دیگه‌ای من رو متعجب کرده بود. حس می‌کردم تنها با نشستن در اونجا و نگاه کردن به اون آرامش خاصی پیدا کردم. اون دیگه شریک مضطرب و موافق من در شرکت حقوقی نبود. مردی که در برابر من ایستاده بود، مردی جوان، سرزنده و خندان بود. اون نمونه‌ای از تحول بود.